گرمای طاقت فرسای تابستان برخی از مناطق کشور به ویژه استان جنوب شرقی گرمای سوزانتری را تجربه می کنند. بلوچستان در این فصل گرما در این فصل گرم با چالش مضاعف روبرو شده. برای بررسی این موضوع همراه هستیم با آقای نادر تیموری. سلام می کنم آقای تیموری، ممنون از حضورتون در این برنامه. منم سلام دارم خدمت همه بینندگان عزیز برنامه پادا بلوچ، به خصوص به هم استانیام توی استان سیستان و بلوچستان. درود بر شما نادر. با توجه به این که خودت هم اهل بلوچستانی و خبرهای بلوچستان را دنبال میکنی، میخواستم که یک گزارشی از وضعیت گرما و وضعیت برق به بینندگان ما بدید. بله خواهش میکنم. همونطوری که خودتون گفتین و همه مطلعن، قطعی برق متاسفانه الان مشکل اکثر استانهای کشور شده. یعنی توی 15 تا استان هموطنامون با قطعی برق مواجهن و گرما اونا رو به شدت تحت فشار قرار داره. حالا این وسط وقتی که به استان سیستان و بلوچستان میرسیم که گرمای هواش به 50 درجه حتی بالاتر تو برخی مناطق میرسه، این مشکل دیگه برای جون مردم شده و مردم محروم این منطقه علاوه بر این که به علت نبود برق تو تاریکی به سر میبرن، امکان استفاده از پنکه و کولر و این چیزها هم ندارن و این مشکل یعنی قطع شدن برق صرفا به گرما محدود نمیشه، بلکه باعث قطع آب، کمبود خدمات بهداشتی، کمبود اغلب مایحتاج اولیه زندگیشون میشه که همه وابسته به برق هست. البته این یه وضعیت کلی از منطقه بود که خیلی خلاصه واسهتون توضیح دادم. مردم بلوچستان تو این هوای گرم تابستان اینقدر با مشکلات برق مواجه هستن، علتش چیه واقعا؟ بله این سوالی که شما گفتین، خب این برمیگرده به این حکومت و سیاستهایی که به کار میگیره. این حکومت هیچ وقت اقدام مناسبی در حل این مشکلات انجام نمیده، بلکه برعکس همش به فکر چپاول سرمایه این مملکته که توسط باندهای درونی خودشون انجام میشه یا صرف هزینه واسه جنگ افروزی توی منطقه که بقای خودش رو حفظ بکنه و هیچ وقت هیچ بودجه‌ای واسه ترمیم و بازسازی زیرساختا تخصیص نمیده و این زندگی مردم رو خیلی مشکل تر میکنه. به طور نمونه مثلا بعد از همین سیلاب اخیر خیلی از تیرهای برق افتادن، ترانسای برق خراب شد، آسیب دیدن. خب یکی باید بیاد اینا رو نوسازی و بازسازی کنه، یکی باید بیاد اینا رو درست کنه، ولی تا الان هیچ اقدامی نشده که هیچ. حتی تو بعضی مناطق هم میرن همین ترانسای برق هم ور میدارن و مردم رو تو این گرما به حال خودشون راه میکنن. به طور مثال من بگم مثلا توی شهرستان چابهار کلانتری و اداره برق این شهر رفتن برق منطقه مرادآباد و توی بولوار پلان جمع کردن و بردن. خب نزدیک به 300 خونوار توی این منطقه زندگی میکنن، اینا الان همشون بدون برق اونجا باقی موندن. یا مثلا توی شهر پیشین برق و بعد از ظهر 2 تا 3 ساعت قطع میکنن. خب این وضعیتی که تو این استان ادامه داره. اگه بخوایم یه نتیجه از این وضعیت بگیریم، مشکل اصلی خود حکومته، کاری به مشکلات مردم نداره. همه دار و ندار مردم رو به تاراج برده و صرفاً به فکر حفظ خودشه. بله درود بر شما. اخبار زیادی از قطعی برق در استان هست و مردم در این رابطه مطالبات زیادی دارن، اما چی کار میتونن بکنن؟ یعنی چی کار باید بکنن؟ بله خب این خیلی روشنه که اگه مطالبه گری نکنن، اگه مردم سکوت کنن، هیچ وقت این رژیم کاری نمیکنه. خب این حق طبیعی مردمه که دولت باید خدمات بده، ولی وقتی که هیچ پاسخی نمیگیرن یه را بیشتر نیست، اونم اعتراض و قیامه. این همه ثروت مملکت کجا میره که خرج رسیدگی و رفاه مردم نمیشه؟ هر دولتی که میاد یک سری وعده‌های توخالی میده ولی هیچ وقت عمل نمیکنه.
اینا باندایی هستند که تماما به فکر پر کردن جیبای خودشون و اطرافیان خودشون هستن. خب کسی به فکر مردم نیست. حالا این وسط هیچ راهی به جز اعتراض باقی نمیمونه. تنها راه خیزش و قیام و سرنگونیه. این جنایتکارا باید سرنگون بشن. خب جوانا تو این استان نقش خیلی مهمی تو راه اندازی خیزش ها و اعتراضات دارن. باید بلند شن، باید با پیوستن به کانونای شورشی سرنگونی این جانیان رو سرعت بدن، به خاطر اینکه مردم تو سخت‌ترین فشارها در حال پرپر شدنن. خب این تنها وظیفه جموناست که واسه مطالبات برحقشون دست به هر کاری بزنن تا این رژیم سرنگون بشه و اون وقت با استقرار یک حکومت مردمی و دموکراتیک همه مشکلات حل میشه و این تنها راه حل و هیچ راه حل دیگه وجود نداره. خیلی ممنون آقای تیموری، ممنون از اینکه در این برنامه با ما همراه بودی و گزارشی که دادی. تشکر فراوان از شما. خواهش میکنم، منم تشکر میکنم از اینکه این فرصت به من داده شد.